له افغانستان د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. یو شمېر خلک اندېښنه لري چې د 2014 کال په پای کې د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته به یو وار بیا افغانستان د نوې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. له بلې خوا نه په ګاونډي هېواد پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم وایي چې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان د وینو پر حمام بدل شي. عمران خان وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې باید په دغه هیواد کې یو ائتلافي حکومت جوړ شي، کنه د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته به ډېرې وینې وبهیږي. زه شاپور بختیار متاسف د تودې خبرې خپرونې لیدونکی یست. په اوسنۍ خپرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د علمي او ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر جنرال عبدالواحد طاقت، د حق او عدالت ګوند سلاکار خدای نظر سرمچار، د سیاسي چارو کارپوه محمد شریف ناصری، لیکوال او ژورنالیست بشیر بیژن. تاسو ټول سړي مشه بس بخیرانه. سرمچار صاحب، در آغاز به شما میم. فکر میکنین که پس از سال 2014 یا در پایان 2014 وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، آیا امریکا باز افغانستان مانند سالهای 90 تنها رها خواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام به شما و بیننده های عزیز، تا جایی که ما در این مورد فکر میکنم، رها کردن افغانستان برای جهانیان که در او زمان هم افغانستان به حال خودشان رها کردن، فکر میکنم که یک پند و عبرت از رها کردن افغانستان به حال خودش گرفتن. و نه تنها که مردم افغانستان واقعا در غم و اندوه و رنج و درد و مشکلات شب روز به اصطلاح غرق بودن، بلکه جهانیان هم که امنیت خوبی را از او حالت نداشتن. و همین مسئله سبب شد که مسئله 11 سپتامبر و رها کردن افغانستان بود، به خون خاک کشاندن خود امریکایی در قلب امریکا، از امی رها کردن افغانستان به حال خودش بود. و ای که افغانستان به یک مرکز القاعده و تروریسم اینا مبدل شد، بی‌پروایی امریکا و جهانیان در رابطه با افغانستان و وضعیت افغانستان. یعنی سرمچار صاحب فکر میکنین که جامعه جهانی با خصوص امریکا افغانستان تنها رها نخواهد کرد پس از سال 2014 هم؟ ما همین مسئله را عقلانه نمیبینم. و اگر احیانا جهان یک بار دیگه چنین اشتباهی را مرتکب شوه، فکر میکنم که اما انتهای بی محاسب بودن و بی سنجشی جهان در مسائل و قضایای جهان و افغانستان. چه قدر به وعده های امریکا باور کرده میتونادن با توجه به 10 سال گذشته؟ مثلا 10 سال پیش چیزی را که امریکا و جامعه جهانی بر افغانستان وعده کرده بودن، امروز اکثریت مردم افغانستان میگه چیزایی را که گفته بودن به طور درستی یا حتی بعضی کارها هیچ برآورده نشد. چگونه میشه کال به وعده امریکا باور شد که پس از سال 2014 هم افغانستان تنها رها نمیکنه؟ ببین، حضور امریکا تا این مدت زمانی که در اینجا بوده به معنای از این نیست که واقعا امریکا به قول و قرار وعده های خود وفای نداشته. چنین به اصطلاح برداشت به نظر ما زیاد منطقی هم نیست. اما ای که خب شرایط هر کس اگر در جای یک هدفی را دنبال میکنه و به خصوص کشورهای بزرگ جهان که اهدافی که دارن اهدافی نیست که در طی 2 سال و 5 سال و 1 سال آدم به اینا استراتژی دارن که بسیار در مدت های دراز باید تعقیب شون و آهسته آهسته تعقیب شون و تدریجی و گام به گام تا به او هدف برسن. بنابراین ما فکر نمی کنم که امریکا و دنیا با اینقدر به اصطلاح زیانهای جانی و مالی که در افغانستان متحمل شده و استراتیجی هایی که در افغانستان و در منطقه و بالاخره در سطح دنیا ازیرا گذرداره، باور ما چنین نیست که افغانستان به حال خودش. امریکا برای افغانستان مثلا حکومت داری خوب بود،
یک مسئله. موضوع دومی بود که القاعده را از بین میبره، طالبان را تضعیف میکنه و حتی اجازه نمیده که دوباره به افغانستان مسلط شوند. 10 سال بعد معاون رئیس جمهور امریکا میگه که طالبان دشمنان ما نیستند. با طالبان در قطر دفتر باز میشه، گفتگو با ایشان صورت میگیره، بندیهایشان سر کسایی که مثلا لک ها دلار یا میلیون ها دلار جایزه مانده شده بود به خاطر گرفتاری یا اطلاع دادنشان، امروز و از لیست سیاه بیرون میشن. حقوق بشر بود، حالا میگه که این موضوعات مربوط ما نمیشه، ملت شدن یا ملت سازی میگه مردم مربوط به مردم افغانستان میشه، از همه چیزا عقب نشینی میکنه. ببین عقب نشینی امریکا، ما فکر میکنم که در تمام مسائل دنیا را و امریکا را ملامت کردن هم انصاف نیست. امریکایی فکر میکنیم با این مشکلاتی که در افغانستان مواجه هستن شناختی کافی از ما افغان ها نداشتن. حکومت داری خوبه که باید بسازه؟ ایا افغان ها به عنوان فرزندی از این وطن، اولادی از این خانه و خانواده که همه چیزشان گره خورده به افغانستان و قلمرو افغانستان است، عزت از اینا، حرمت از اینا، چگونه میتونیم که بگوییم که امریکا از افغانستان شناخت نداشت؟ گروه هایی را که آوردن مثلا مسلط ساختن در حکومت، اکثر سیاستمداران به می باور هستند که امریکا از همون گروه ها خوب شناخت داشت. یک وقت از همین گروه ها کمک میکرد و جنگ های داخلی که در افغانستان جریان داشت، امریکا از دور تماشا داشت که کیها بین هم جنگ دارن و بالای چی جنگ دارن. اما دوباره بالای زینا اعتماد کردن و رو به قدرت رسان. چگونه شناخت نداشت از اینا؟ خب امریکا به واقعیتش بگه انصافا به اصطلاح در این مورد بیایم قضاوت بکنیم، امریکا فقط در موردی از اونا اقدر شناخت است که خوب می جنگن، اقدر شناخت است که تحت فرمان امریکا هستن، اقدر شناخت است که امریکا برایشان پول بده و اونا میرن خانه خود خراب می سازن. یعنی وفاداری خود اونا برای امریکا در طول از این تاریخ نشان داده بود، اقدر شناخت. اما امریکا در مورد بدیلی از اونا که چه کسایی را باز جایگزین بسازه در اون زمان و بر چه کسی اعتماد بکنه، دست امریکا از افغانستان خالی بود. چه شناخت امریکا در باره کل مردم افغانستان؟ الان ما در مورد وقتی یک جامعه را موضوع بحث قرار میدیم، نمیتونیم که در اونجا مشنمونه خروار بکنیم که اگر 10 نفر میشناخت این کل جامعه افغانستان را شناخته. نه، در رابطه منظور ما خب یک مسئله دیگه است، سرمچاسه به امریکا در رابطه با کل جامعه. فکر نمیکنین که در جنگ و در قدرت هم چند گروه است که امریکا ازو شناخت داشت؟ یک طرف قضیه طالباست، یک طرف گلبدین حکمتیار است. از طالبان هم شناخت داره، امریکا از گلبدین حکمتیار هم شناخت داره و کسانی که در حکومت و نظام است اکثریتشان مربوط به گروه های سابق مجاهدین است. از همین گروه ها از تمامشان شناخت داشت. مردم افغانستان خود نه در سیاست دخیل هستند نه در جنگ دخیل هستند، اونها خود بیرون ماندن از همه چیز. ما منظور ما بود از این بود که از اول چه کسایی را شما ببینید وقتی که امریکا در افغانستان آمد، اینم فراموش نکنیم با کمک که آمد، با کمک امی دوستایی که در اینجا مسلح بودن آمد و امریکا یک ترجیح خوب داد. امریکا سمت شمال و کسایی که در شمال مسلح بودن و علیه طالبان می جنگیدن و طالبان به عنوان از این که در جهان حامی نداشتن منفور شده بودن و کسی به رسمیت نشناخت، یگانه کسی که تا یک حدود مشروعیت داشتن و سرشان حساب می شد سمت شمال بود و امریکا هم چنین کرد، برای امی مردم اعتماد کرد، برای امی مردم باور کرد و در کنارش یک تعداد دیگه را که به امرای از این یک زمان بودن و مثل آقای جناب کرزی و دار و دسته را که آقای کرزی می شناخت و روابطی که کرزی با امریکا داشت و شناخت، اونا هم که شناخت در مورد از امی مردم به حساب وفاداری از امی مردم محاسبه می کردن، امی مردم آوردن. آیا ای که حالا امی مردم امروز که توسط امریکا سر قدرت آمدن، سر حکومت آمدن و صاحب همه امتیاز شدن، وقتی که اینا می خیزن علیه امریکا پس قرار می گیرن، ای را چه بگویم که چه کسی کدام طرف بیپاس است؟ کدام طرف با کسی حق نمیدارم؟ تشکر سرمچار سر، انشالله برمیگردم با شما. خاقل نصیری، تاسو تومره دیده امکان وینه چه در نریوال طولنی پا شتون که اد امریکا پا شتون که پا افغانستان که کاغم محدود هم وی مگم حضور ولری پا افغانستان که در داخلی جنگون امکان تاسو وینه کلا چه نریوال زواکونه لفغانستان وزی حقا سجد افغانستان یوش میر خلک هم دارنگ پا گواندی هیواد که دیوش میر سیاسی گندون و مشران دا خبره کبی. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام تاسو ته راغل ملمنوت او د افغانستان ولستوند کوم.
زه فکر کوم چې دغه کوم قوتونه چې اوس په افغانستان کې موجود دي او راغلي دي په خاطر د دې چې دلته القاعده او تروریزم ده دا له افغانستان نه وځي. متوجه یاست هغوی غواړي چې په افغانستان کې تل دوی شتون ولري په څه معنی؟ نه یو خو ناټو دی چې ټول هیوادونه دي لکه فرانسه ده چې پته وایي یو کال مخکې خپل ځواکونه باسم، جرمني وایي زه خپل ځواکونه باسم، کاناډا او هالند خپل ځواکونه ویستل. منظور مې یو امریکا ده چې افغانستان نه خوشي کوي. نه زه اوس راځم ټول نه خوشي کوي، خو ما باس ته پرېږده کنه. دغه چې راغلي وو د یو هدف لپاره او هغه هدف ستراتیژیک هدف ده، لنډ مدت هدف نه ده. تنها مسله د تروریزم او القاعده دلته مطرح نه ده، مطرح د دوی ګټې او د دوی شتون په منطقه کې ده. استاسو ګورې کله چې مثلا بعد لس کالو القاعده ځپل کیږي ضعیفیږي، دلته راځي د حکومت یا د افغانستان حکومت دوی سره ستراتیژیک قراردادونه امضا کوي. دغه قراردادونه یې دغه لپاره دي چې د هغه ګټې چې دوی په افغانستان کې او منطقه کې موجودې دي د هغو قراردادو په واسطه باندې دوی دلته شتون لري. اوس دا ظاهره صحیح نه ده چې سرباز مې کوه د ما ګټې تامینې دي که نه، ځکه دغه قراردادو کې دوی شتون په افغانستان شل کلن تضمینېږي، بناءً دوی په افغانستان کې اوسېږي، راغلي هم دلته دي. او دا یو خاصه نقطه ده چې ډېره مهمه نقطه ده. موږ وینو چې په افغانستان د قرنو قرنونو په جنګ کې ده، مداخلې دي، تجاوزونه دي او د خلکو ولسو سره مقابله کول دي. دا دغه هغه نقطه ده. یو نقطې ته اشاره وکم، دا کومه نقطه ده؟ ولې دوی نه خوشی کوي؟ باراک اوباما د خپل په خبرو کې ایران تهدید کړ، ورته یې وویل چې زه ستا په څنګ کې افغانستان کې حضور لرم. ډېره غټه نقطه، مهمه نقطه. په همدا اوس خبرې کوي چې که چیرې امریکا وغواړي چې په ایران باندې حمله وکړي یا ایران تهدید کړي، آیا امریکا ته مشکل دی چې بل ځینې تهدید کړي افغانستان؟ مشکل بله خبر ده، ځکه غواړم ستا سره لاس در واچوم که هلته اوس هم ډېر تکلیف ده چې راځم. ته متوجه کېږه او دلته که لنډ درته ناست اوسم کېدلی سم چې ډېر مسایل ستا سره، هغه ته سخته نه ده. ولې له دې جایه کنترول د غټو سترو قدرتو د ایران د نور مسایل ستراتیژیک او اقتصادي مسایل چې دوی په افغانستان کې لري هغه دلته دوی بیا خیر که مثلا تاسو په دې باور یاست چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نه وځي پاتې کېږي، یعنې د کورنۍ جګړې امکان هم تاسو نه وینئ چې رامنځته شي. خو بله پوښتنه چې پیدا کېږي دا ده چې دا به څومره کنټرول ولري په اوضاع باندې په افغانستان کې؟ سیاسي جنګ مسایل دا شی دی، ګورې دوی حضور او نه حضور مسله نه حل کوي، ځکه ګوره دوی دلته شته جنګ شته ده. ته کوم جنګ غواړې؟ څه رقم جنګ ماته غواړې؟ دوی شته دي، حضور لري، نه تنها امریکا بلکې ټول هیوادونه دلته شتون لري، جنګ شته. خو بیا هلته بل جګړې ګواښ کوي خلک، یعنې خپل منځي جګړونه لکه او یو کلونو کې یو او یو کلونو کې یا په نوې لسیزه کې چې کومې جګړې وي. ګوره جګړه څه ته ختم د جګړې په افغانستان کې نور شیانو سره مرتبط دي، ارتباط لري. دلته که چیرې آینده نظام چې افغانستان کې دوی راځي بعد له کرزي صاحب یا د کرزي صاحب دوه کاله بعد چې 2014 کې دوی وځي، هغه هلته که چیرې یو مشارکتي نظام ورسي، هلته که حقوق عدالت انتقالي پیاده سي، هلته که داسې یو عادلانه نظام دلته راسي چې توزیع عادلانه وسي، زه فکر کوم د جنګ مسایل دا شی دي. ټول قوتونه په افغانستان کې قومونه او ولسونه شته دي، که دوی د خپل شتون په نظام کې وویني، زه فکر کوم چې هغه نظام د تقویې لپاره کار کوي. او کله که اوس نظام چې موجود ده چې یو طرف کې موجود ده، یو محدوده ګرو راغلې ده له هغه نه د اول د کنفرانس د بنه تر اوسه تسلط لري، چور چپاول اصلي اندېښنې په فارن پالیسي کې چې خبره شوې ده په همدغې موضوع باندې چې 2014 کال کې کله چې د ولسمشر حامد کرزي دوره پوره کېږي، یعنې د ولسمشرۍ وخت یې پوره کېږي، هغه نه وروسته اندېښنه ده. و ما درته وویل چې ګوره که په آینده حضور د دوی خارجیانو کې هم که دغسې یو نظام جوړ شي، ځکه دوی شتون کې دوی حتما په نظام کې تسلط لري لکه اوس چې لري. مشکل څه شی ده؟ موږ ګوره دا څو ورځې دلته خلک وایي، خپل رسانې وایي چې بعد موږ د وطنو د کال شپږ میلیارده ډالره باید افغانستان مصارف د نظامي دا د موږ لپاره ډېره مشکله مسله سوله، ځکه موږ به یو سرباز راوسته دېرش روپۍ به ورته ورکول یو عسکر ته د میاشت تنخوا. اوس دغه کوم اقتصادي مشکل موږ څه کوي؟ موږ وابستګي نور دغه سیاسي ګروپونه چې څه په حکومت کې دي، څه د حکومت نه دي باندې دي او په هغه وخت کې مبارزه کوي، بیا دا مهمه نه ده چې د امریکایانو په مقابل کې کوو درېږي چې ته څوک یې، زما خپل کار دی چې زه انتخابات ګټم، که ولسمشري کوم، ته زما کورنیو چارو کې لاسوهنه مه کوه، که نه اشغالګر درته وایم. نه مسله دې کې ده، اوس موږ وایو چې بعد له دغه 14مه چې دوی ځي بل نظام راځي، آیا د دغه نظام په جوړېدو کې دغه رقم نظام جوړي لکه اوس چې ده؟ دا جنګ ده. خو یو پوښتنه پیدا کېږي چې آیا بل نظام راځي؟ بله، خو زه دغه درته وایم، زه دغه درته وایم که چیرې په نظام کې دا اوس لس کاله چې دوی نظام جوړ کړ، دا نه تنها جنګ یې ختم نه کړ، چورې وکړ، چپاول یې وکړ، غارت یې وکړ، افغانستان
قصداره که ډیر قضایاوې مسایل حتی قومي او لسانی ژبني دلته مسایل منځته راوستل حل نسو کړلی. په دې خاطر به نزویم که چیرې آینده نظام کې هم داسې کار وکړي لکه دوی چې اوس کړی زه مطمئن یعنی هم هغه اندېښنه بیا په ځای ده نو چې داخلي جنګونهداخلي که چیرې په نظام کې حضور ټول ونه لري یو شفاف نظام نه وسي دیموکراسۍ خواته لاړ نه سي حقوق د خلکو تامین نه سي د ښځو تامین نه سي دیموکراسۍ را نه سي قانون اساسي تر پښو لاندې نه سي هیڅوک ددې مننه کوم انشاءالله کې خغله طاقت یو بل مسله چې عمران خان ورته اشاره کړې ده چې په 2014 کال په پای کې باید په افغانستان کې ائتلافي حکومت جوړ شي چې ټول پکې ګډون ولري. دغه سي حکومت کولای شي چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. تاسو ته خبر سره موافق یا چې ائتلافي حکومت کولای شي په افغانستان کې د جګړې مخه ونیسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملمنو ته تا خواږه قربته او د مرو تلونیوس تلویزیون ټولو کارکونکو لیدونکو ته سلامونه او ښه هیله. عمران خان ډیره دقیق خبره کړې ده او عمران خان د تحریک انصاف د ګوند مشر ده او داسې امیدواري سته چې راتلونکی زعامت لپاره هم ډیر یو وړ کاندید ده او امید ده چې دی به راتلونکی صدر اعظم یا ولسمشر وي د پاکستان او دی د خپل حکومت د وخت غم هم خوري چې په ګاونډ کې یو داسې افغانستان ولري چې هغلته ثبات وي ګډوډي نه وي او هلته یو ائتلافي حکومت وي هغلته پراخ بنسټی حکومت وي او په افغانستان کې نور بیرونی ملکونه ګاونډي هیوادونه او جهاني هیوادونه جنجالونه کې لاس وهنه ونه کې. بل اشاره د عمران خان دا ده چې ائتلافي ځواکونو ته یعنی ناتو ته وایي هغوی ته هوشدار ورکوي چې که تاسې د افغانستان دغسې پرېښو بې سر او بې سامانه دلته به خونړۍ جګړې وي دا به بیا د تروریزم اډې وي تاسو به هم لانجوي موږ ته هم لانجوي. د دې تر څنګ خپله عمران خان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور سره سخت مخالفت هم لري. بالکل مخالفت لري ولې دغه په داسې رقم ته خلا کې هم نه غواړي چې افغانستان پرېږدي چې بیا هغسې جګړې را منځته شي لکه پخوا چې د شوروي اتحاد وطن تاسو اشاره وکړه چې عمران خان دقیقه خبره کوي همدغه خبره یې دقیقه ده چې باید په افغانستان کې ائتلافي حکومت جوړ شي پراخ بنسټی حکومت پراخ بنسټی حکومت خو دلته دې ائتلافي اشاره کړې هغه فکر نه کوي هغه د دوی استلاله هغه د دوی استلاله په افغانستان کې په دې تیرو څو کلونو کې د ائتلافي حکومت او د ائتلافي حکومتونو له لاسه بالکل دا اوس هم د ائتلافي حکومت دا اوس هم د جوړجاړي حکومت د معاملې حکومت بیا څنګه کېدای شي چې بیا په ائتلافي حکومت باندې موږ او ځکه دا د دې استلاله ده ولې موږ ما ویلې د پراخ بنسټي ستاسو تعریف پراخ بنسټ دولت نه څه ډول دولت دی د افغانستان ټول نهادونه ټول قومونه ټول ولسونه هم په نژادي لحاظ هم په قومي لحاظ هم په ژبني لحاظ هم په مذهبي لحاظ هم په سیاسي لحاظ هم په سیاسي لحاظ په ټول لحاظونو باندې دا دولت که په سمتي او قومي مسلې اوس په حکومت کې د کوم قوم او د کوم کله چې د موږ په خپل لاس جوړیږي هغه دولت چې د موږ په اراده جوړیږي اب بیا داس دولت نه لکه دا اوس ده دا خو ته پر سوې ده دا اداره په موږ باندې و ته پر سوې ای افغانان په خپل حکومت جوړول شي تر څو چې بل څه ورته جوړ نکړي بالکل نه ول ول نه افغانان نه دومره نه نه هدای کېږه جوړوي مګي جوړو دا وایو دا ټول افغانستان خلک یاوري دا به جوړ کړه دغه څلور پنځه کس چې مګه ناشته ک ټیم اعظم په شمول بیا هغه وخت کې جوړو وسې جوړیږي لګیاو تر هغه پورې چې مګه تر څو پورې بیرونی لاسونه قطه نکو د امریکای لاس قطه نکو په اوله کې بیا د انګلیس لاس قطه نکو او پر نری قطه نکو دا وطن نه جوړیږي ګوري امریکا دا وکی دی دیموکراسي د بشر دوستۍ او د حقوقو شو شي په دغه عربي نړۍ کې دوی دا ناورین رامنځته کړي آیا دا ګټور دي عربو لپاره ته د یو مقتدر دولت د عراق رانکا او دغه سي ګډوډ حکومت پرې ده او بیا الله کریم تر اوسه په جنگو کې واچو دغه خو یو نمونه ده بیا په افغانستان ته به دوی څه خنیت ولري سي عراق نه تیل لوټ کړ چورې کړ چپاول کړ او خپل ذخیره ډک کړ عراق هغه سي پرې خو یو سنی عراق په شیعه عراق د تبدیل کړ افغانستان هم د سي پرې دی دوی په قصه کې بالکل پرې دی دا سي دا دومره ملاقات باک د موږ ولري د دې فلسطین د خلکو دا ګورې دلته ایران دی یا نور تر دې اندازه پرې د دې سم کې استکبار وایو او جهان ورته مکس امپریالیزم جهان خوار ورته ویلې هغه بالکل برحق خبره و تر ازه د فلسطین د حماس یو حماس بخنه غواړم طاقت سپ راځي فلسطین او حماس او نمونه ده کنه موږ خپل ځان سره په تلکو افغانستان باندې خبرې کوو دا ګورو چې آیا د امریکا د موږ دوست کنه سوال یو سوال دا سوال ولې تاسو د میډیا کې نه راولې چې موږ د امریکای بدیل لرو موږ د انګلیس بدیل لرو په دې سیمه کې
خو دې باندې به مناقشه وکړو دوه طرفه به د دې اړخ سو چې آیا موږ لرو دوه کرسه به د دې اړخ سي چې نه بل بدیل نشته په دې کې به موږ جنجال وکړو اخر به نتیجه راوباسو چې بدیل لرو که نه لرو په 2013 کال کې تاسو وایئ چې امریکا یوازې پرېږدي بدیل څه دی څنګه کېدی شي بیا د داخلي جنګونو مخه ونیول شي اول دغه خبره زه روښانه کړم د موږ وطنوالو ته چې امریکا ناتو د موږ د خلکو د افغانستان د ولسونو دوست نه ده یو دوی د موږ د ګټو لپاره نه دي راغلي القاعده او تروریزم د دوی لښکر ده دوی د ملګري دي دوی ورسره رفاقت دا خو په کراتو کراتو ویلي د دغه تونس نه نیولې اوس تر دا سوریې پورې چې دوی کومه لانجه جوړه کړې ده دغو ملکونو کې دوی خوشحالي رانوستله او ناتو بمباری سه کولې په لیبیا کې جنجال جوړ کړه خط سهیې جوړ کړه د لیبیا خو اوس به خدمت لیبیا خلک وایي د افغانستان د خلکو دښمن معرفي کوي چې ناتو امریکا دی دوست معرفي کوي چې څوک دی دوست وري شانګهای کانفرنس ته مګبل کول دوست شانګهای کانفرنس کوم هیوادونه دي ټول هیوادونه کوم هیوادونه دي پکې چین یو روسیا فدراسیون د روسیې فدراسیون د سنټرالي شټ ټول هیوادونه هندستان د سنټرالي شټ ټول هیوادونه د سپه هغه کې شامل دي په دې شانګهای کانفرنس کې شامل دي د سر ازو تر هندستانه پورې پاکستان پکې شته پاکستان هم کې شته ایران پکې شته ایران هم پکې شته ایران او تاسو فکر کوئ چې چین او روسیا ایران او پاکستان د امریکا او ناتو بدیل ګرځي دا دینه بدیل ګرځي د موږ پرې د موږ به ګوري یو بل خبره تاسو وکم یو بل کته سی پښتنه وکم تاسو تاسو ویل چې شانګهای کې دې چې د ناتو امریکا بدیل وګرځي کته سی پښتنه وکړم چې دا بدبختي چې په افغانستان کې روانه ده چا د لاس ده ډیر شو کلمه را پدې خو ډیر شو نه د شپې تو اویا کلو ډیر شو کلمه ما سبا کوم مخکې لا نه ما سبا کوم له پخوانه شروع ده دا غستاسو نظام او حکومت چکله او د چاله خونه تهدید ورته د چاله خونه تهدید نو د مګ نظام بهترین نظام نه د پاکستان له خونه جګړه ورته نه پاکستان او ایران پاکستان ایران عربستان سعودي امریکا انګلیس دا ټول ناتو دا ټول شامل ود د مګ نظام د افغانستان تقریبا د یوې پیړۍ د وینیمې پیړۍ د وینیمې پیړۍ د مترقی تمدن د پیشرفت او نتیجه و قانونمند نتیجه و اغه د صدفتن ونزيګيده اغه یو قانونمن تکامل راغې طریقه جای پورې راورسې من کوم طاقت سم ان شاء الله بیرته ګرځم اقا بیژن بس بس میایم بسره جنگای داخلي یکی د کشور هم سایه پاکستان یک حزب بس و رئیس حزب میگه که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان افغانستان به حمام و خون تبدیل خواهد شد و زیاد خون در افغانستان ریخته خواهد شد ای بمی کسایی که در رأس حکومت هستن یا سیاستمداران هستن در افغانستان ای یک حرف افتخار است برز اینا یا یک حرف شرم‌آور است که جهت داده میشه یعنی اینا دوباره جنگ خواهد کردن بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب برای شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم در این خود جای شک نیست که این حرف برای سردمداران برای زمامداران افغانستان شرم است اما اگر ما به دور از احساسات و عصبانیت برخورد بکنیم برخی از دیدگاه ها منطق خود داره افغانستان یک مرحله اینچنینی را سپری کرده که ما همه شاهدش هستیم در افغانستان متاسفانه در این مدتی که ما آل بس میکنیم برای از بین بردن همو فاکتورهایی که همو شرایط در این کشور و اجبار خلق کرد که انسان‌های این سرزمین به جان همدیگر رفتیدن و خون یکدیگر را ریختاندن اساساً کار صورت نگرفته کدام مرجع میتونه اثبات بکنه کدام مرجع این ادعا را داره که در این مدت کاری را انجام داده که در حقیقت اگر فضا چنین بیایه گروه‌ها و حلقات موجود پس دوباره تجربه تراژدی دیروز تکرار نکنه یک تجربه به مردم عادی افغانستان نشده خواهد بود توی این گونه که کسانی که مثلا در پشت یک قمندان یا یک رهبر ساده میشن و به خاطر از او خود می کشتن و می جنگیدن فکر نمیکنی که بر از اونها یک تجربه شده باشه که همون کسانی که با جان یک دیگر افتاده بودن وقتی که منافع شخصیشان ایجاب کنه باز زیر یک چتر و در چوکی پالوی هم میشینن کمو قسمت هم این تجربه نشده خود به مردم افغانستان جوانایی که می جنگیدن بخاطرشان البته من حیث یک آرزو شما هم ایره دارین ما هم داریم و بقیه مردم افغانستان هم داره همه حقیقت ما در حال حاضر تا همی اکنون این نمیشه به عنوان یک اطمینان خاطر ما ایره بپذیریم هنوز
ما فاکتورهایی را مشاهده میکنیم که دقیقاً ما دچار ترس و یأس و مایوسیت و ناامیدی میشیم. و مخصوصاً این که بخشی از دوستان تبصره داشتن، زمامدار افغانستان یعنی آقای کرزی در مدت امپراتوریش در افغانستان در مدت بیش از 10 سال متاسفانه و متاسفانه ای که در هیچ قسمتی از زندگی سرزمین نپرداخته، در این قسمت هم که اگر امر بسیار شریفانه و انسانی بود برای از بین بردن کانال هایی که انسان های وطن از هم جدا ساخته، متاسفانه هیچ گونه اقدام نکرده. همون کانال ها کدام هستند؟ هنوز اینا چاقتر ساختند. همون کانال هایی که مردم از هم جدا ساخته یا جدا می‌سازند. ببینید ما هر قدر از حقایق بگریزیم این دو حالت است. یک، کسانی که بزنسشان در خطر میفته از حقایق میگریزه. دو، کسانی که شاید آگاهیشان دقیق نباشه. حقیقت زندگی ما این است که به واسطه برخی از چهره های مردود که در حقیقت ما به اونا جاسوس های استعمار انگلیس و امریکا و روس خطاب میکنم، مشکل میان اقوام افغانستان بر سر جایش است. هیچ مرجع و هیچ منبع و هیچ حزب، هیچ دولت، هیچ حکومت در طول این مدت 10 سال برای از بین بردن مشکلات میان اقوام سرزمین صادقانه اقدام نکرده. آقای بیژن، یک سوال جا پیدا میشه که مشکل میان مردم عادی افغانستان است، اقوام بین خود مشکل دارن، یا کسانی که خود نمایندی از قوم میدانن مشکل دارن با رهبر دیگر قوم؟ مردم عادی بیچاره از بابت نداشتن آگاهی از واقعیت های پیرامون سرنوشت خودشان همیشه برای اهداف بسیار غریز و بسیار فاسد برخی از انسان ها فدا شدن. مردم عامی افغانستان مردم با شرف هست. مشکل نداشته باشه دیگه دانسته و فهمیده یک قوم فکر میکنه مشکل نداشته. مثلا دیم یک میز ببینین پالی شما آقای ظریف ناصری نشستن، یک از قوم پشتون هستن، های شما با اینا مشکل دارید؟ یا با آقای سرمچار مثلا از قوم بلوچ هستن مشکل دارید؟ ولی چهره های بوده که در یک مرحله از تاریخ اورام چند سال نه بلکه چندین سال برای ادامه امی مشکل کار کردن، چون بزنسشان مربوط به ای بوده. یادتان باشه که استعمار یکی از سلاحایی که برایش بسیار نتیجه داده در افغانستان امی بوده که به واسطه برخی از چهره های بدنام مردمان ای سرزمین یکی از دیگه دور نگاه بکنن، که ما از ای بابت در امتداد تاریخ خیلی زیانهایی را دیدیم. این آرزوی ما است. برخی از حلقات، برخی از اشخاص امروز متفکرین ملی هستند و از بستر ملی صحبت میکنند، اما شما این را از یاد نبرین که هنوز هم برخی از آدرس های هستند که بر سر اقوام بسیار به شدت تجارت و بزنس میکنند و در حقیقت برای اهداف بیگانه ها کار میکنند. یعنی پس امو گپ به اثبات میرسه که جنگ یا مشکل به خاطر بزنس است بالای اقوام، نه که واقعا اقوام بین خود مشکل دارن. نه، اقوام این سرزمین همونطور که شما گفتین، کشور افغانستان که تعدد اقوام در ایجه است، همه هیچ شهر، هیچ قریه را شما پیدا کرده نمیتونین که در روی یک قوم مشخص زندگی بکنه. اقوام مختلط زندگی میکنن و بسیار برادروار زندگی میکنن. فقط یکی به عنوان ستمی و یکی به عنوان افغان ملتی و یکی به عنوان یک چیز و یکی به عنوان یک چیز در بین این مردم درز واقع کردن و در مواقع بسیار مهم گفتم از احساسات و از عاطفه پاک مردم افغانستان استفاده سو کردن. این حقیقت است. اما یک تبصره بسیار کوتاه اگر من اجازه بدین بر صحبت دوستا دارم، او ای که امریکا و متحدینش او بیش از نیم قرن، یعنی مجموعاً تاریخ جنگ سرده، اینا فقط و فقط تلاش کردن و رزمیدن برای رسیدن به افغانستان. اینا در این مدت تاوانهای زیادی را پرداختن. اینطور نبوده که بسیار ساده به افغانستان رسیده باشند. بیش از نیم قرن اینا تلاش کردند. همین که جنگ دوم جهانی ختم شد و جنگ سرد آغاز شد، اولین آجندا یا پروگرام زمان جنگ سرد استقرار یا تسلط یافتن در جغرافیای افغانستان، در جغرافیای طلایی افغانستان بود. من کاملا معتقد و باورمند به این هستم که بحث ترک افغانستان، این بحث
بسیار زیاد از نظر ما توجیه پذیر نیست. یعنی نمیکننده ها؟ نه، به هیچ عنوان. اونا اهداف بسیار بزرگی را در منطقه دنبال میکنن که نمیتونن دست خالی بر بگردن. این که پاکستان در حال حاضر به طرف تجزیه روان است، این جزی یکی از این اهداف است. هنوز سناریوهای دیگه از این به نمایش گذاشته نشده، ما باید انتظار بکشیم. تشکر آقای بیژن، انشاءالله بر بگردیم. آقای سرمچار، یک موضوع را که طاقت صاحب اشاره کردن و گفتن که اگر نیروهای خارجی یا جامعه جهانی که در افغانستان حضور دارن، اینا اگر بیرون شوند، بدیل شانگهای بوده میتونه که دو پاکستان و ایران و کشورهای آسیای میانه و چین و هندوستان هستن. شما فکر میکنین که واقعا این بدیل بوده بتانه به ناتو و امریکا؟ در رابطه با این سوال باید تو بگم که خب شما در دنیا هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنین، هیچ ملتی را، هیچ جامعه را پیدا نمی‌کنین که کسی را محض بر رضای خدا کمک بکنه. حتماً باید منافع داشته باشه و هر کس که کمر کمک بسته می‌کنه به کشور دیگه، با ملت دیگه، در اونجا منافعش نهفته است. ما نمی‌دانیم بگوییم که شانگهای محض به رضای خدا باز در کنار افغان ها قرار میگیره. بیا واقع بینانه، ما همیه به اصطلاح هیچ طرفی نیستم. خب واقعیت میگیم، فکر شما هست؟ بیا از این که اطور فکر کنیم که وقتی که امریکا نبود، کشورهای همسایه در کنار ما بودن، چقدر محض به رضای خدا با ما کمک کردن و کار کردن که امروزی توقع را از اینه داشته باشیم که فردا اینا یک بار امتحان خدا داده بودن محض بر رضای خدا به ملت افغانستان و بر افغانستان و بر دولت افغانستان، بدون از اینکه منافع خدا در نظر داشته باشن کار کردن و همه مردم هستن امتحان شده و آزمایش شده هستن، امروز هم بعضی فردا در کنار ما قرار میگیرن. اصلا خب بعض وقتی که گپ سر حفظ منافع میآید، ما چرا اینا را جدا بکنیم؟ کسی را بگویم دوست ماست، کسی را بگویم دشمن ماست. هر کسی که در اینجا میاد به خاطر حفظ منافع خود کار میکنه، او منافع خودش در نظر است. نه ملت افغانستان، نه دولت افغانستان، نه حرمت مردم افغانستان و نه حرمت از این قلمرو و از این کشور. پس هر کس به خاطر منافع شخصی و خاص خود کار میکنه. وقتی که کار میکنه، چگونه میتونیم عادلانه ما ایتور قضاوت بکنیم، تفکیک بکنیم که فلانی که به خاطر منافع خود کار میکنه او دشمن ما است، ولی فلانی که به خاطر منافع خود کار میکنه دوست ما است؟ فکر میکنم که چنین تفکیک زیاد عادلانه نیست و چنین تقسیم عادلانه نیست. یک موضوع دیگه آقای سرمچار، که به احزاب سیاسی می چرا در پاکستان احزاب سیاسی چطور قدر فعال هستند که موضوعات داخلی خودشان هم یا مشکلات داخلی خودشان با وجودی که زیاد است، بیشتر است، حتی راجع به کشور همسایه افغانستان فکر میکنن و میگن که در افغانستان باید حکومت ائتلافی جور شود تا جلو جنگ های داخلی گرفته شود، یا مسائل دیگر اشاره میکنن. احزابی که در داخل افغانستان است، قسمی که می احزاب میگن که حکومت ضعیف است، ناتوان است، بیکار است، خود احزاب هم قسم مانند کشور همسایه نیستن. یعنی احزاب مانند حکومتی که انتقاد میکنه خودشان هم ضعیف و ناتوان و بیکار هستن که استراتژی ندارن به خاطر آینده افغانستان، راهکاری ندارن که بیان کنن که چی میشه، چی باید شود. بیا که ببخشید، یک واقعیت را که بیرون صاحب اشاره کرد، بعضی وقت خوب است که همین واقعیت را آدم کتمان نکنه. یک مقایسه اگر تو رو بکنیم، به نظر ما و از دیدگاه ما هیچ وقت سیاست مداران ما و دولت مردان ما و احزاب سیاسی ما با پاکستان قابل مقایسه نیستن. شما اگر روی واقعیت صحبت میکنیم، امروز پاکستان کشوری است با وجودی که 50-60 سال عمر داره که گای بر شما رئیس جمهور تعیین میکنه، گای بر شما معاونین تعیین میکنه، وزرا و کابینه بر شما میسازه، دلش هم که نشد اونها را عزل برطرف میکنه. پس ای عمرف آقای طاقت هم به اصطلاح نفی میکنه که گفتن که ما میسازیم، پس ما ساخته نمیتونیم دیگه. با این قسم یکی ببین، یکی ایطور است که آدم ایدیالی فکر میکنه، یکی ای است که آدم از آن طوری که هست، مثل که هست، خدا خیلی بلند فکر میکنه، در حالی که در واقعیت نیست. اگر ما کسی می بودیم و چیزی می بودیم با تاریخ 5000 ساله که ما داریم و مدعی هستیم، ما افغان ها،
که ما تاریخ 5000 ساله هم داریم، تجاربی هم داریم، گذشته ما هم. امروز بیا اعتراف کنیم که والی شوهر که مقرر میکنه یا پاکستان یا ایران و یا کشور دیگه به نام دوست یا کشور دیگه به نام مخالف به نام روابط، حتی والی ولسوال شما، ما کابینه شما از رئیس جمهور گرفته تا پایینی چه کسایی در تعیین از اینا نقش داشتن؟ بیشتر اگر تقلبم شده کشورهای خارجی، اگر بر حکم بوده کشور خارجی، اگر نه حکم بوده کشور خارجی، آنچه را که ما ساختیم چی بوده؟ ما ای است که اصلا خود ما هیچ وقت چرا خراب استیم با تاریخ 5000 ساله؟ بخاطر به نظر ما بخاطر از این خراب استیم که هیچ وقت ما آنچه را که خراب کردیم نگفتیم که ما خراب کردیم، آنچه که کم بودی و کاستی در وجود ما بود امی جرأت یزیره شهامت اعتراف یزیره ما حتی ما افغانا نداشتیم، اگر می داشتیم ما خرابی های خود ترمیم می کردیم، تعمیر می کردیم و نمی گذاشتیم که تا ای اندازه و تا ای سرحد خراب شویم. همیشه فکر می کنیم که هر چیزی را که ولو خوب خراب است که ما انجام بدیم باید مهر خوبی رو بر روی پیشانیش بزنیم. با 5000 سال تاریخ افغان ها امروز کی هستن و چی هستن؟ که در سرنوشت افغان ها و افغانستان امروز تصمیم می گیره؟ تصمیم گیرنده کیست؟ افغان ها؟ اگر این رو میگیم آیا واقعا چنین قضاوت عقلانه است؟ محاسبه شده است؟ گروه های سیاسی و سیاست مداره یعنی افغانستان میتونن که جنگ سیاسی است. اما جنگ اگر کرده میتونن چرا ساخته نمیتونن؟ مثلا یک بچه ورزشکار که سالها کرکت میکرد در پاکستان او میای یه حزب سیاسی جور میکنه و امروز میخواد صدر اعظم پاکستان شه و نظر خود راجع به اوضاع افغانستان و 3 سال پیش افغانستان یا 2 سال پیش پیش بینی میکنه که قسم اوضاع افغانستان می. اما در افغانستان کسایی که خود سیاستمدار میگن، کسایی که خود فامیده میگن قرار راحت هستن. شما یکی ایره برات بگم که همیشه خرابی آسان است. اگر آدم بخواد که برای خود دشمن پیدا کنه، از همینجا از همین تلویزیون شما تا روی همین سرک که میره 10 تا دشمن 100 تا دشمن برای خود میسازه، بخاطر که هر کسی را دیدی دو بزن دشمن بیتی از یقنش بگیر دشمنت است. اما مرد او است که در سالها بس بتنه بر خود یک دوست پیدا بکنه، او کار مشکل است. ما در چیز مهارت داریم که او دشمنی است، او خرابی است، او جنگ است. بله سرمچار سب یک سوال دارم اگر کوتاه جواب بدید. این که مثلا حال آوازه هایی است که گویا 2014 نیروهای خارجی بیرون میشه، اگر شما گفتین که نیروهای خارجی بیرون نمیشون، خب اگر نیروهای خارجی در افغانستان باشد، سیاستمدارای مردم افغانستان باید یک چارچوب را تعیین کنند که چی گونه باید پس از او حکومت کنند تا در افغانستان جنگ داخلی به میان نبیاد، یا اینکه به می امید بشینن که جامعه جهانی ما را تنها رها نمیکنه؟ کدامش درست تر و بهتر است؟ ما امیر باید اصرار کنم اگر اینطور گفته باشم امید است که گپ خدا است. ما اینطور مدعی نشدم که نیروهای خارجی هیچ بیرون نمیبره. ما گفتیم که افغانستان تنها نمیگذاره، یعنی کسی هستن به نمایندگیشان از خارجی ها که در اینجا باشن. اگر شما از این طریق رسانه های شما شنیدم که اگر اینا در فکر از این هستن که تعداد از نیروهای خود مطابق پیمان لزبون بکشن از افغانستان که این عملی هم میشه، ولی در کنارش میشنویم که امریکا تقریبا بیشتر از 30,000 نیروهای خاص خود در اینجا بیاره و در اینجا جایگزین میکنه. این به معنی رها کردن نیست. به این امید باشه که امریکا هست در کنار ما، نمیگذاره ما را که جنگ کنیم، یا واقعا این حرف جدی بگیریم و به خاطر جلوگیری از تو یک اقدام باید کار صورت بگیره. کدامش خوبتر است؟ ببین ما اصلا اول همی که میگیم که فلانی باشه ما هستیم، اگر فلانی نباشه ما نیستیم، همی خود شرم‌آور است. به خاطر که این خانه مربوط به ما است، ما اولاد از این خانه هستیم و ما باید احتوان پیدا بکنیم که یعنی از حریم خود و از خانه خود باید دفاع بکنیم. اما بدبختانه که بعد یک بار دیگه بگویم که از گذشته های مارم که مورد مطالعه قرار بدیم تا امروز ما هیچ وقت کسایی نبودیم که واقعا به معنای اصلی و واقعی کلمه ما کسی بوده باشیم افغانا که در رابطه به سرنوشت مردم افغانستان و افغانستان
تصمیم گیر بوده باشیم و تصمیم به تنهایی خود مستقلانه گرفته باشیم بدون تاثیر دیگران. امروز هم زندگی میکنیم و همی بدبختی تصمیم به دیگران میگیره اهداف خود ما عملی کنیم. بلی اهداف دیگران و اهداف خود عملی کرده میتونیم، منافع خود خود جستجو کرده میتونیم. مثلا امریکا وقتی منافع داره در افغانستان، ما نمیتونیم منافع خود از منافع از اونها به دست بیاوریم؟ خب ببین این ارتباط میگیره که آیا چنین توان در کله ما که ما بتانیم از این استفاده بهتر و عظمیتر و بخاطر قوم و بخاطر مردم خود بکنیم دیده میشه؟ یعنی ما فرصت های بسیار زیاد تایم ده 12 سال داشتیم که از دست ما رفت. این چرا رفت؟ بخاطر از این که واقعا ما متخصص هستیم در کار، ما کردن و کارفهم هستیم. چگونه رفت؟ معلوم است باید بیا کمیره با شهامت اعتراف بکنیم که چون این ظرفیت در وجود ما افغانا نیست. تشکر آقای سرمچار. خاقل نصری، یو پلا مسئله کتای ملسمشر کرزی پا خپلا پا مرکه کی ویردی چه دوزار سوالسم کال نور سکلا چه زما وقت پورا شی زنور پتاوکی که نپات که گم او انتخابات کی گیر چا چه وگر طولو واقع با دفغانستان ولسمشری. بیا هم پا رسانهیو که دست موضوعات رازی چه گویا که ولسمشر کرزی به پاسان چوکی پرینی دی مثلا فارن پالیسی که یو مقاله لیکل شوی ده چه که چیر ولسمشر کرزی ځان ټینګ کړي یا چوکی ټینګ کړي او پرینی دی چې بل انتخابات تر سره شي نو کېدی شي چې خطرناکه جګړه رامنځته شي. دا مسله خو تاسو ګورئ د خپله د رئیس جمهور دوره تقریبا د یو بادشاهۍ پورې تعلق لري. نن تقریبا یوولس کاله سو لس یوولس کاله سو چې دی په حاکمیت کې ده. او اوس که چیرې دی لرې کېږي اعلان یې هم کړی ده چې زه لرې کېږم. که چیرې پاتې کېږي هغه عمق د دیکتاتورۍ استبدایي دی او خودخواهۍ ده چې دی په نمایش کړي، ځکه دا ملت دیموکراسۍ ته ضرورت لري. اوس اگر چې دیموکراسي شعاري ده، نهادي نه سوې نه ده، ځکه د دیکتاتورانو په وجود کې دیموکراسي نه نهادي نه کېږي. اوس که چیرې دی بیا وغواړي کوشش وکړي، هلته قانون اساسي خلاف د قانون اساسي ده چې دی حرکت کوي، دا به هغه ټول مسایل چې نن ورځ په دې باندې خلک وایي چې ضعیفه حکومتداري ده، ائتلافي نظام ده، د چورو چپاول نظام ده، مشارکتي نظام نه ده، بلکې یو مشارکتي شرکت ده، سامي شرکت ده. اوس که چیرې تلاش وي که وغواړي چې هنده وکړي، دا به نو د قانوني اساسي د اراده د خلکو قانون اساسي تر پښو کول دي چې دا د منلو وړ فکر نه کوي. ناسي چې قانون اساسي ته به څوک دومره توجه نه کوي. په تېرو لسو کلونو کې څومره قانون اساسي په نظر کې نیول شوی؟ یو دلیل هم چې دغه موږ دلته ناست یو دغه نارې وهو، خو دا اردمم دغه شی ده چې ولې قانون تر پښو لاندې کېږي؟ قانون دې باید تطبیق شي او قانون دې باید تطبیق شي. همدغه چې د سیاسي خلک یا هغه افراد چې استعداد لري، توانمندي لري، له دولته لرې دي، ځکه چې انتقاد کوي چې ولې قانون تر پښو لاندې کېږي. بناءً اول خو زه فکر نه کوم چې دونه اندازې ته دی وغواړي چې ځان وشرمي، لکه څنګه چې په دا نظام کې ضعیف براغی او ضعیف نظام یې جوړ کړ. اوس بیا وغواړي له یو طریقه چې بعضې مجلسونه کېږي، بعضې افواد هم پخشېږي چې غواړي کرزی صاحب کار وکړي که اوس یې کړی ځان دوباره زب وساتي، یا حتی دا لوبه وکړي چې فهیم صاحب راولي، غته راولي، بل څوک خپل په جای باندې کښېني، خپل رئیس جمهور چې نظام ته یو سل مسایل اخبار ته راوځي. زه په دې فکر نه کوم چې مثلا ځینې کسان یا ځینې ګوندونه یا افراد چې د ولسمشر کرزي په څنګ کې دي، دوی غواړي چې یو ټیم جوړ کړي، ځان قدرت ته ورسوي. بیا نو تفاوت په څه کې شو چې ولسمشر کرزی وي که د ده څنګ کې چې کوم کسان دي هغوی قدرت ته ورسېږي؟ هغه وروسته خبره ده چې څه رقم مثلا باد قواو د ائتلافي نه د وتلو یا کوم نظام چې راځي څه رقم لوبه کېږي. لوبه څه معنی؟ آیا هغه انتخابات د ریاست جمهوري لپاره چې مخکې وسول بیا هم هماغه شی دی؟ که چیرې چې موږ نارې وایو چې وروره کمیسیون د انتخاباتو باید مستقل واوسي، بېطرفه واوسي، دلیل یې چیه ده؟ دلیل دا شی ده چې سبا آینده افغانستان کې کوم نظام چې راځي حداقل خلک وسي کړي. اوس یو پوښتنه فکر نه کوم چې دا د چا انتخابات ترسره کېږي او که نه. وایم زه درته څه وایم، اوس دوی که کوي که نه کوي دا مسله بجه مسله ده. اوس که انتخابات ترسره نه کړي او دی لاړ شي یو کودتا رقم یې ته بل وکړي، دا د افغانستان لپاره یو بله مسله، دا د افغانستان لپاره یو ډېر عظیمه بله فاجعه ده، ځکه موږ باید په دې قرن کې په دې یوویشتمه پېړۍ کې نور نظامونه دنیا ازي دیموکراسي خواته موږ لاړ شو د استبداد خواته، دا د زیو عظیمه فاجعه بولم. یوې مسلې ته چې طاقت څه اشاره وکړه چې عمران خان دقیقه خبره کړې ده چې افغانستان کې یو ائتلافي حکومت یا پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي، نو کېدای شي چې د کورنۍ جګړو مخه پکې ونیول شي. په افغانستان کې ائتلافي حکومتونه په تېر کې څه ښودلې ده؟ تجربه څه ښیي؟ دغه نظام ائتلافي نظام ده، دغه څه قدرت څوک چې د کنفرانس د بن کې یو نظام جوړ کړ تر اوسه پورې شته.
یو ائتلافي نظام ده یو مشارکتي نظام ده چې هغه هم ورته اشاره وکړه چې پراخ بنسټ ده پراخ بنسټ په دې معنا نه ده چې ټول اقوام یو مسله ده ولی په اقوام کې هغه انسانان چې استعداد لري توانمندي لري خدای وکړي ټول ازبک رئیس ولی با کسان دوست ته پښتنه موسم ده چې افغانستان خلکو ته مثلا په سیمه کې پښتانه دي د پښتون لپاره یا د پښتون قوم لپاره یو پښتون وزیر په کار ده چې دوی په نمائندګۍ په وزارت کې ناسوسی کی اوزبک هزارې پلوت مهمه ده چې سرک جوړ کی مکتب جوړ کی خدمت ورته کړو مدرته وله کنه چې په نظام کې که اوزبک مثلا رئیسی لاس وزیر دوی وسی ولا خاصه سالاری وسی او دی توانمند خلک وسی دا مشکل هلی دا نه هلی چې پښتون او پښتانه مو وګوري پر چوکۍ باندې ناس وسم دا اصلا په یوشتمه پیړې کې یادول د خبرو فقط دغه نظام چې دا مونږ راوسته د مونږ مشکل درو سره نور دنیا کې دا یو شمیر خلک د سوي چې په افغانستان کې کومه جګړه چ روانه ده ګوا کې یو شمیر مونته په حکومت کې برخه نه دا ورکل شي دا افغانستان جګړه واقعا په دې حساب باندې چې یو شمیر قومونه په قدرت کې نه دي جګړه کوي نه تنه د قومو مسله نه یو څه د په ځینې موارد کې پښتون په ځینې موارد کې راځي پښتون ته وایي چې پښتون شتون لري یا شمال شتون لري او تعداد نور خلک دي مونږ سوای مونږ وایي دغه ادارې تلافي اداره چې جوړه شوی ده یا کودتاچانو چې په هغه کې اول کانفرنس بون کې کولتا شوی دلته شته دي دلته پښتون پکې ده تاجک پکې ده هزاره پکې ده ټول پکې موجود دي د څه بلوچ پکې شته دي دا په دې معنی نه چې موږ وایو چې پښتون او بلوچستان کوم موږ دې ته وایو چې سالم اداره ته منځ ته راولې دغه سوال دغه جنگونو قومونو کې چې دوی وسره پورته کړی ده دغه کسان چې دلته راغلي دغه کسانو یعنی شتون په نظام کې موږ ته مشکل اوس مخکې تاسو اساسي قانون ته اشاره وکړه فکر نه کوي چې د اساسي قانون دغه ماده دلته تر پخو لاندې شوې ده چې په قانون کې ویل شوی دی چې کار د اهل د کار ته وسپارل شي د سینې دی چې کار د قانون واساس ته وسپارل شي ګوره خو موږ درته وایو چې دا موږ چی غو وستونم کې نه اساس قانون 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 هر وخت قانون بله تامین قانون دلته غسی راځي په افغانستان کې یا تطبیق سي مشکل حل کیږي مشکل دا ده چې دغه نظام قانون لري کړی ده ضوابط ته وغه ور کړی ده ول روابط ته ور کړی ضوابط نه دی ور کړی ټول ته نه چی کیږي په اساس د روابط باندې کیږي په اساس شریعت سره نه کیږي په دې خاطر باندې ګور د عمر خان خبره ته اشاره وکړه تاسو یو خبر کوي دلته مخکې مول چې د افغانستان سیاسي خلق فعال ندی ولی غوی فعال دی منګه څونه درته ویل چې پاکستان د نظامیان لا سه خراب د استخبارات لا سه خراب هلته نظامیان مسله دی هلته استخبارات مسله دی هلته دیموکراسي نشته هلته خلق ټاکول کیږي هلته استبدادي نظامونه موجود دي منګه یو کچیر پاکستان کې هلته یو دیموکراسي نظام رئیسی د افغانستان په ګټه ده افغانستان کې هم یو دیموکراسي نظام رئیسی د پاکستان د خلکو په ګټه ده هر هغه نظام چې ولسواک نظام دی خلکو لپاره خدمت وکړي هغه د بشر لپاره خدمت کوي زما هدف تاسو سیاست مداران نه وي مثلا زما هغه څوک چې لوی سیاسي ګوندونه لري کنه ور درته مول یعنی موږ خلکو مو دا لوی سیاسي ګوندونه دا یو هدف تر مستسي تر اوسه د هدف دی باندې تامینی کې دا نه دی ګوندونه دا یو ډېر چې په جنگ را ټوس ول مذهبي او جنگي ډلې دي چې تر اوسه په حکومت کې دي او دوی خپل رابطه لري له همسایګانو سره ستر قدرت سره دی غوی د لاس بازی چې دوی نه دي چې نظام افغانستان ډیر مننه کوم ناصر صاحب تاسو نه خاله طاقت تاسو مخکې اشاره وکړ چې چیر نړیوال ځواکونه افغانستان او په افغانستان کې داخلي جنگونه رامنځته کیږي نو یو بدیل د ناتو امریکا لپاره شانګهای کې دی زما پښتنه دا فکر نه کوي چې چیرې افغانستان شانګهای ته امیدوار شي شانګهای موږ سره مرسته کوي د پاکستان د روسي چین د دې اول اقدام به دا وي چې د افغانستان اوسنۍ اردو لمنځه وسیله کڅنګ چې امریکا لمنځه ول شي دا اردو د شوروي لخوا تربیه شوې ده هغه لمنځه اردو به وي چې دا اردو د امریکا لخوا تربیه شوې ده اول اردو لمنځه وسی دا په دې معنی نه ده چې موږ د ناتو نظامي شتون سره مخالفت لرو او د شانګهای نظامي شتون ته موږ موافق دا څه نه ده مرسته ته موږ د ناتو مرسته ته غاړه ګدو ملګریو لاس ورکو ملکی مرستو ته لوجستیکی مرستو ته تخنیکی مرستو ته هغه مرستو ته لکه چې د پخوا د شوروي اتحاد د افغانستان سره په یو پیړۍ کې هغه مرستې کولې په لوجستیکی یونیفورم کې په انجینری یونیفورم کې په میخانیکی یونیفورم کې په ملکی یونیفورم کې شپیتاویا زره کسان بدلته ګرځدل چا ورته غږ نه کاو که په نظامی یونیفورم کې راغلل بیا غته ولید خلکو خو د امریکا ناتو له شروع په نظامی یونیفورم کې راغلې غلطی کړې باید خپل اهداف مو لري کې خدای په نوم د امریکا کې ګوري د سبوي
دا خو ګوري ماما ده دا خو یو 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 هغه د فانتازي د سیمه ګوایو چې امریکایان د افغانستان د ګټو لپاره د موږ د ملي مصالحو لپاره تر راغلي خپل اهداف لري د افغان بور باندې پیږي دا لکه سی بیژن صاحب ویلي تقریبا شپیتاویا کاله د دې لپاره دا ټوله جګړه شروع کړله چې دلته د دوی نظامی شتون ولري نظامی حضور ولري دا یو ډیر قیمت باندې دوه ټاورونه لمنځه کې یو ډول القاعده او تروریزم را پیدا کړل او ډیر نور بهانه خو د دغه نظامی شتون دوی ستر لاسم نکړ بدبختانه او یا خوشبختانه د ما مخ یا اشاره وکړه چې د عربي نړۍ دغه ګډوډي سه ناتو رامنځته کړي پر اس کې متحده ایالاتو د دې نه څه دستور ولري ګوري دا لوبي دي استخباراتي لوبي دي استخباراتي جګړه ده د تیلو جګړه ده اقتصادي جګړه ده او دا امریکای را شروع کړی ده او انګلیس او دا ناتو غیر رق به چرګان مصرف کړی دي په دې جګړه کې هغه نن پوسول سمګ دي بل چا دغه لپاره جنگي وو که چیرې امریکا اهداف لري مثلا چې په افغانستان کې مجبور ده چې شتون ولري ترڅو په سیمه کې خپل اهداف عملی کړي بیا فکر نه کوم چې امریکا ارد ده یعنی افغانستان ته کله چې ارد ده په افغانستان کې شپږاډي غوړي ګټه تینا خسته شي شپږ اډي غوړي او اته نظام نه جوړي تبه دوی لاس پوڅه د تا اراده بنې د دوی اراده به چلیږي تبه هوایي قلمرو نه لري فضايي قلمرو به نه لري رادار به نه لري څنګه اراده کله چې دولس مشر کړی او خبره نه خوخيږي پاتېږي امریکا تختار ورکوي څه اختار ورکوي په اکثر مسایلو کې ورته وایي چې نور ملکی خلک وژن شي ورکړی د لاس کاله مخکې مویل زوځي سبا وزي په مخه مخه دولس مشر د افغانستان کاش کې په یو وخت کې ورته لوي خو موږ به شل زره به موږ ملوي دا څه ناورین خو به نه وای ګوري تاسو لکه وګونئ سي تاسو مخکې اشاره وکړله چې دغه افغانستان دولت د کوم څه بوند په توافقات کې را جوړ سي ناصری صاحب مرته اشاره وکړله دا ښه نه و دا شروع ښه نه و ځکه دا د یوغي په اراده شروع جوړ سي د چا په اراده لمخکې نه دی ته کار وک کله چې طالبان راغله طالبانو په دې د چا و لغه نه مخکې څوک طالبان سره راغله د چا په اراده راغله ولې مړسول په دشت لیلی کې ولې تباسول ولې د اغله چترال لار نه بیا شمال تلواله ته راکې هغه کې په موټرو کې په سلای ورتلې په لارو کې کومکونه ورتل دای د سده پر ساتلو کیسه ولې راغی په پنشیر کې کاته د سیاي مشر اولی ورتالته 15 میلیون ډالر په لمنه کې د غفیم خان تور واچول څو وخت لو نورم درکو او په 15 میلیون ډالر باندې طالبان برته شاته کړل او دلته یو بل څوک راوستل غاروي راوستل او حاکم کړل در باندې خو مې به موضوع کې چې څه کې در مطبوعات خارجي نکاس پیدا میکنه بار بار گفتم شون چې پس سال 2014 یک تشویش کې بهش مردم افغانستان است کې کی بدیل آقای کرزی خواهد بود فکر میکنی که واقعا این مسئله یا ایگه قابل تشویش است که کی باید بدیل باشه؟ مسئله بدیل آقای کرزی ببینین این بسیار جواب کوتاه کار داره هر انسان وطن پرست هر انسان دارای تعهد ملی هر انسان پاک و صادق و شناخته شده میتونه بدیل آقای کرزی باشه یک مشکل فکر نمیکنی یا سوالی که پیدا میشه اینجاست که امو انسان را که شما تعریف کردین او شاید مشکل باشه که به کرسی ریاست جمهوری برسد یا بتواند که او کرسی را به دست بیاورد خود طبعا مردم اشاره به کسایی دارن که پرنفوذ هستن یا کسانی هستن که مطرح هستن میگن که شاید اینمی افراد بدیل باشه و میگن که این افراد شاید که از آقای کرزی که بهتر حکومت کردن نتواند نه ما ایجا را با شما موافق هستم که این تیپ انسان ها را رئیس جمهور چی که نمیمانن که مدیر یک ریاست هم باشه این حقیقت داره اما این که چی کسان بر قدرت رسیدن ما با این موافق نیستم که این به اساس اراده مردم است چون ما شما شاید 4 انتخابات بودیم در افغانستان و مواردی که در انتخابات پیش آمد نیاز به تکرار نداره همه ما جهانیان و مردم افغانستان میدانن اما بازم اعتقاد و باور بر ای داریم که در انتخابات 2014 مردم از این مدت 10 جفاهایی که در حقشان شده پند گرفته باشند و با شرف و شجاعانه مثل مردم خاورمیانه مثل ده ها ملل دیگه دنیا
استاچان برای خودشان دل بسوزانن، برای نسل بعد از خودشان دل بسوزانن، برای وجیبه ایشان دل بسوزانن و برای وطنشان. که به عنوان آخرین سوال میخوایم بحث جمع بندی کنم، این که یک حزب سیاسی در پاکستان میگه پس از سال 2014 در افغانستان جنگای داخلی رو خواهد و حمام و خون جور خواهد شد افغانستان، به این مسائل چگونه میشه که افغان ها و سیاسیون کسانی که میتوانند که سرنوشت افغانستان را تعیین کنند با چی راهکار میتوانند که امی حرف و پیش بینی کشورهای همسایه را دروغ به اثبات برسانند، وحدت ملی را و مشکلات قومی را از بین ببرند و یک حکومت پاک و یک حکومت که مردم میخواهند به میان بیاره؟ اولی که شما به ما چی فکر میکنین، من میگم که این حرف غلط نیست. در سه دهه بحران در افغانستان بهره‌برداری که آیسای پاکستان کرده هیچ استخبارات منطقه و جهان نکرده و ایرم شما فکر نکنین که هنوز استخبارات آیسای در افغانستان تضعیف شده باشه. اونا روابط خود دارن و عاقبت بر مبنای روابط خودشان پیش بینی کرده میتونن. اما در این قسمت همونطوری که من پیشتر گفتم، این بار مردم افغانستان در نزد خدا مسئول است، نه کرزی، نه وزیرایش، نه وکیلایش، نه والیایش، اینهایی که جفا کردن اینا دیگه مسئول نیستن. این بار مردم افغانستان مسئول است. چرا؟ اگر این بار مردم افغانستان دین و وجیبهشان را ادا نمی کنن هیچ توجیه وجود نخواهد داشت و برای خدا و مردم جوابدهی خواهد بود. بسیار زیاد تشکر دیرم من نکم ساز طول نچ پدی باز کم گردون رو کرد کور مودن. قدرمان دوستان زمان گستانه اخبرامان پایم دیزه پای ترسیگی تربیاد خدای پامان.